در سنه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور در تدارک ایجاد مناسبات تجاری نوینی با ایالات متحده آمریکا است. روند مذاکرات تجاری دو کشور از همکنون آغاز شده و بریتانیا امیدوار است با رفع موانع و محدودیت‌هایی که در حال حاضر عضویت در اتحادیه اروپا برایش فراهم می‌کند، بتواند حجم معاملات تجاریش با آمریکا را تا سال 2030 میلادی 40 میلیارد دلار افزایش دهد. اما گزارش لوئیز رامیرز، خبرنگار صدای آمریکا، میگوید گمان نمی‌رود که این مذاکرات آسان پیش رود. بریتانیا از همکنون مذاکرات تجاری جدی را با ایالات متحده آغاز کرده تا پیش از اینکه روند خروجش از اتحادیه اروپا به پایان برسد، پشتوانه محکمی برای خود ایجاد کرده باشد. با اینکه باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از بیش از یک سال پیش در مورد آینده مناسبات تجاری دو کشور به بریتانیا هشدار داده بود. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، امیدوار است خروج از اتحادیه اروپا و همچنین سیاست آمریکا اول آقای ترامپ بتواند کشورش را از معایب سیاست حمایت‌گرایانه دور نگه دارد. برای ما خیلی اهمیت دارد که بتوانیم آمریکا را به طرف مناسبات تجاری آزاد تشویق کنیم، چون آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و هر چه آنجا اتفاق بیفتد روی همه تاثیر میگذارد. در نتیجه باید سعی کنیم جهت مذاکرات را از سیاست حمایت‌گرایانه به تجارت آزاد سوق بدهیم. مذاکرات تجاری آمریکا و بریتانیا برای رسیدن به یک پیمان تجاری هنوز در سطح مقدماتی است، چون بریتانیا تا وقتی از اتحادیه اروپا کاملا خارج نشده، حق ندارد با کشورهای دیگر وارد معامله شود. اما از سوی دیگر، ریختن طرح‌های اولیه آن هم از نظر سیاسی برای بریتانیا مهم است، زیرا با توجه به تبلیغات روزافزون جرمی کوربین، رقیب چپگرای خانم می، در میان افکار عمومی بریتانیا به این هراس دامن زده که ایجاد مناسبات تجاری با آمریکا ممکن است سبب شود تا ساختار خدمات درمانی بریتانیا هم به شرکت‌های آمریکایی روی بیاورند. فکر نمی‌کنم دولت بریتانیا برای بستن چنین قراردادی با آمریکا بتونه حمایت همه افکار عمومی رو به خود جلب کنه. این مسئله ممکنه خیلی خیلی جنجال‌برانگیز بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ بریتانیا برای ایجاد مناسبات تجاری با آمریکا بخش کشاورزی است، چون دو کشور از نظر شیوه‌های تولید محصولات کشاورزی دیدگاه‌های کاملا متضادی دارند. نه دولت و نه مردم بریتانیا هیچ یک به هیچ وجه روش آمریکا را در تولید انبوه محصولات کشاورزی از طریق استفاده از آنتیبیوتیک‌ها و دستکاری‌های ژنتیک قبول ندارند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مایل است روند ایجاد مناسبات تجاری بیشتر با بریتانیا هرچه سریعتر انجام گیرد. مذاکرات اولیه از روز دوشنبه دوم مرداد در واشنگتن آغاز شده و به نظر می‌رسد کنگره هم از این اقدام حمایت خواهد کرد.